برای صحبت بیشتر در این باره شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله لزما شیرازی از کشور هند با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. چرا در کشوری که مردمش سالیان دراز با وجود باورهای دینی مختلف زندگی مسالمت آمیزی داشتند اخیراً مسلمانان را آزار می دهند؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این کشوری که سالیان دراز تقریبا تمام مذاهب ها با هم زندگی می کردن، اخیرا چند ساله که ما اینجور چیزها را می بینیم و این خودش یک تاکتیک سیاسی هست برای برنده شدن در این کشوری که مثلا یک جمعیت زیادی از مثلا هندوها داره و میخوان که این سیاست جدید را اینجور استفاده کنن که هندوها را علیه مذاهب دیگر نشون بدن و اقلیتها را با اینجور کارها پریشان کنن و اون طبقه هندوها که از این چیزها خوششون میاد را بیارن برای رای دادن به یک حزب خاصی. لذا چند ساله که ما اینجور هتک حرمتها و اینجور اذیتها را میبینیم. چند سال قبل توهین به صحات مقدس پیغمبر اکرم توسط یکی از نمایندگان پارلمان شکل گرفت که خیلی علیهش شکایت شد و خود حزب هم علی الظاهر علیهش اقدام کردند و این روش جدیدی هست که برای حکومت خود ازش دارن استفاده می کنن. آیا این جسارت آشکار به ساحت اهل بیت علیهم السلام در هند برخواسته از سیاست های مسلمان ستیزانه حاکمیت کنونی هند است؟ یقینا این همینجوری که عرض شد، این خودش از ساختار جدید حکومت و تاکتیک جدید حکومت برای بر سر کار آمدن که خودشون رو به عنوان یه حزب حاکم و به عنوان حزب هندوها، چون قبلا هیچ حزبی خود را به یک مذهب خاصی تلقی نمی کرد، ولی این حزب خصوصا اینجوری داره خودش رو نمود میکنه که برای هندوها هست و هر که مذهب دیگر که در هند هست علیه هندوهاست و خطر است، خصوصا که یک جمعیت زیادی هستن، خطر خاصی هستن و فقط ما یا این حزب خاصی میتواند برای این خطر میتواند برای هندوها نجات دهد، هندوها باشد. لذا افرادی مانند این آقا که خودشون خیلی روحانی نیست، خیلی هندوها هم ازش قبول ندارن، فقط معبد داره و یکی از کسانی هست که از طریق دولت فعلی حمایت میشود، اینجور اقدامات را گاه به گاه انجام میدن، خصوصا نزدیک انتخابات که این را برای سیاست خودشون مورد استفاده قرار بدن و بتوانند این جو خاصی که به وجود اومده هندوها را علنا علیه مسلمان ها با توهین به مقدسات مسلمان ها، توهین به مساجد، حمله به مساجد از طریق قانونی و غیر قانونی را اقدام بکنن که این طبقه خاص هندوها را طرف خودشون جلب کنن و حکومت هم از اینجور افراد حمایت میکنه و موجب مشکل زیادی میشه. بله، آیا این اقدام چهره های برجسته شیعه میتواند در مقابل تکرار این هتک حرمت ها بازدارنده باشد؟ ما این اقدام را انجام دادیم به این امیدی که آینده این تکرار نشود و امید هست که این اقدام موقع که خودش سبب شد که اون فرد بیاید رو سوشل میدیا و فیسبوک و اکانت خودش عذرخواهی کنه از تمام مسلمانان، از تمام کسانی که اینجور حرف زده و خودش گفته که من هدفم خود ساحت مقدس امیرالمومنین بوده، اینجور چیزی بیان داده، ولی ما اقدام رو انجام دادیم و هنوز پروندهش رو داریم، فشار میدیم که پرونده تشکیل بشه تا کسی دیگه نتواند در آینده اینجور توهین به مقدسات خصوصا ساعت اهل بیت علیهم السلام را انجام بدهد. بله، ممنونم از شما. شیخ مصطفی ادیب هندی از هند با ما همراه بودند.